عرض سلام دارم به دوستان عزیزم ناصر شاهینپر هستم میخوام که همین برنامه تاریخمون رو دنبال کنیم ولی امروز که من اینجا آمدم برای ضبط یعنی هفتش ده روزی است که از ماجرای سیل در سرتاسر سر ایران گذشته و اون فاجعه غمناک رو به بار آورده و مایی که در آغاز سال نو هزاران امید در دلهامون پرورنده بودیم و بهترین آرزوها رو داشتیم برای بهتر زندگی کردن اقوام ایرانی طلوعش این بود و من به شما عرض کنم که این سیل ها این باران ها این مشکلات طبیعی در همه جای دنیا رخ میده و فقط اون جاهایی که اون سرزمین هایی که بیسا حب بنده سرزمین هایی که مشتی مردم نادرست نالایق به زور حکومت را دست مردم گرفتند و اجازه حرف زدن و انتقاد به کسی نمیدند کالشون به اینجا میکشه شما نگاه کنید که در یک سال گذشته ما چقدر خبر شنیدیم که متخصصین محیط زیست رو گرفتن کردن زندان مگر میشه که متخصص محیط زیست رو آدم بگیره بکنه زندان چرا این متخصص رو میکنن زندان چرا متخصص محیط زیست که رفته اونجا کار بکنه فرار میکنه از مملکت برای اینکه هر پیشنهادی هر اقدامی که این آقای متخصص میخواد بکنه برخورد میکنه با منافع گروهی برخورد میکنه با دزدیها ها و چپاول های یک گروهی چرا باید تو یک سرزمین در مسیل خانه بشه در مسیل راه آهن کشیده بشه و هزاران مشکل این چنینی چه کسی میتونه امروز بیاد من و شما رو خاطر جمع کنه که در پنج سال گذشته تمامی این سطح ها به درستی لاروبی شده بود رودخانه ها لاروبی شده بود و مسیل ها همه بررسی شده بود چک شده بود و آماده بود برای هر چیزی نه فقط گروهی چپاولگر الان دیگه رو تشت رسواییش دنیا رو ورداشته که رفتن در سپاه پاسداران رفته در مسیل تأسیساتی به وجود آورده معترزین رو کسانی که گفتن آقا این کار خطرناکه نکنید گرفتن بردن کردن زندان خب این روش شرما و حالا همینجا میخوام یه صورت حساب جلوتون بگذارم همین در همین شرایط که ما داریم میبینیم که ده ها هزار خانوار ایرانی بی خانمان شدند آب آشامیدنی و غذا آشامی کسی نمیتونه بهشون برسونه گروهی در ایران هستند که یک فرد رو میپرستند و به مخاطبشون اجازه نمیدن که به ساحت قدسی این فرد اهانتی بشه میخوان خون بریزن آدم بکشن یکی از بزرگترین مشکلات ما فرد پرستیه این فرد نیست که جامعه رو میسازه این جامعه است که جهان رو میسازه این جامعه است که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه فرد نیست ولی ما گرفتار این فردپرستی هستیم بودیم و خواهیم بود و یک نهزت فرهنگی عظیم باید در ایران به وجود بیاد که به گروه عظیمی از هموطنان ما بگه که مشکل به دست یک نفر حل نمیشه یک نفر رو خدا نکنید یک نفر رو نمیدونم باب الحوائج نکنید اینه این داستان زندگی ماست. همکنون من رسیدم به انقلاب مشروطه و باید برای شما در نهایت صداقت، در نهایت امانت عرض کنم که چگونه مشروطه به دست خود ما نابود شد چگونه خود ما موریانوار این مشروطه رو خوردیم پوکوندیم پلاسیدش کردیم و توفش کردیم انداختیمش دور نتونستیم جذبش کنیم برای اینکه بخوام این حرفا رو بگذنم الان گروه کسیدی هستند که نمیدونم چی بگم بسیج که من حرفی دهنم در بیاد و حجوم بیارند و انتقاد بکنند و ای کاش انتقادشون درست بیارند. ای کاش انتقادشون کمکی میکرد به کسی اینی که بنویسید دانش ویرانگر شما میدونید این چه جمله یه نوشتید این چه عبارتیه که نوشتید اون جهله که ویرانگره چگونه میشه که دانش ویرانگر باشه چرا؟ برای اینکه مطابق سلیقه شما این دانش ابراز نشده حالا من از این به بعد میخواهم آدم هایی که به این مشروطه خیانت کردن که در رأسش ملت ایرانه که نمیدونست چیه چجوری باید زفتش کرد چجوری باید ازش مراقبت کرد چگونه میشد که حفاظتش بکنه دوم کسانی که به, دل... به دلیل سود شخصی منافع شخصی یا قدرت طلبی یا دلایل دیگر و دیگر آمدند و این مشروطه رو زیر پا گذاشتن چه مشروطه ای؟ چه قانون اساسی که هنوز برای اینکه که آزادی های یک ملت رو تأمین کنه ناقص بود کافی نبود قانون اساسی که دین رسمی اعلام کنه مذهب رسمی اعلام کنه و مطابق همین قانون اساسی شهروند درجه یک بشه یک آدم شیعه و تمام آدم های دیگه از مسیحی و بودایی و یهودی و کی, و کی و کی و کی و, سنی حقوق کمتری نصیبشون بشه همین قانون اساسی بود که زن رو نیم نیم مرد تایید کرد از به خاطر فشار همین آقایون روحانیون و همینطور زن نیمه باقی موند در قانون این قانون اساسی قانون ایدئالی نبود اما قدم اول بود میتونست همینطور که مجلس اول پنجا و شیش ماده قانونی درست کرد و به تصویب رسوند و بعد مجلس دوم حدود صد و اصل قانونی رو اوورد گذاشت و قوانین مجلس اول رو تکمیل کرد و مجبوعاً به 157 اصل قانونی رسید قانون مشروطه میتونست در مجالس بعدی و بعدی تکمیلتر و تکمیلتر بشه این منوط بود به میزان آگاهی مردم این منوط بود به میزان باورها و باورمندی مردم که این باورمندی آیا متافیزیکیه یا مادی و زمینیه آیا به درد عاقبت میخوره برای روز قیامت خوبه یا امروز برای جامعه در کف زمین خوبه اینها همه کلاف در هم پیچیده است من جرم عقب افتادگی رو گناه عقب افتادگی رو هرگز هرگز به گردن یک نفر نمی اندازم. اون یک نفر هرچه بوده اصاره این جمع بوده یا حداقل میانگین این جمع بوده این جمعه که تکلیف همه چیز رو روشن میکنه با سکوتش با خانه نشینیش با احتیاطش و اینکه من گلیم خودم از آب بیرون بکشم و بقیه مسائل رو بل کنم همین هفته پیش یک مذاکره مذاکره دوستانه تلفنی داشتم با دوستی در ایران و یادم روشن فکر ناله می کردم از این سو استفاده ها این دزدی ها که این مملکت چجوری داره چپاول میشه میدونید دوست من چه جوابی داد اون دوست گفتش که نوش جونش اونی که دزدید و برد نوش جونش تونست کرد تا میتونی بکن چرا؟ برای اینکه ذره امید باقی نمونده دیگه چیزی نمونده میگه بذار بره دیگه ول کن دیگه من که نمیتونم کاری بکنم و صداقت امانت درستکاری فداکاری برای این مجموعه چه فایده ای داره پس اگر دزدی نش جونش ما به این حد از تفکر رسیدیم ما به اینجا رسیدیم من چاره ای ندارم که با نهایت صداقت با نهایت بیطرفی فقط بازگو کننده وقایع تاریخی برای شما باشم گروه عظیم از شما عزیزان به خاطر اون حس فرد که دارید به من حمله خواهید کرد البته من ارز کنم که مشتاق گل از خار نترسد من اگر بخوام نتیجه مثبت بگیرم پیه این حمله ها این نمیرم بدی بیراه ها رو به تنم میمالم اما یک چیز از شما خواهش میکنم از شمایی که با حرفای من مخالفی و فکر میکنی که من دانش رو وسیله ویرانگری قرار دادم اگر از حالا بهت بگم نه, نه اون قش همه اخشاره بیننده و شنونده هیچ کدوم از حرفهای من رو در بست قبول نکنید به تمامی حرفهای من شک کنید ولی بعد شک اینجا آغاز کاره هنوز تموم نشده وقتی به حرف من شک کردید برید بگردید لای اسناد و مدارک خلافش رو پیدا کنید بیایید بگید به موجب این سنت به موجب این نوشته به موجب این تلگراف به موجب این حادثه هرچی به این دلیل این حرفی که تو یه ناصر شاهین پر زدی غلطه و درستش اینه من به همچین این همچین آدمی رو روی چشم میپذیرم همینجا در کنار خودم دعوتش میکنم بنشینه که حرفاشو بزنه هیچ گونه صد و راده ای برای این کار من ایجاد نخواهم کرد و استقبال با جان استقبال خواهم کرد اما اینکه روی هوا توطعه چینی افترازنی فش دادن دردی از کسی دوا نمیکنه من در یک گفتار تل... تلویزیونی در جای دیگری حرفی زدم که خب یه گروهی از دوستان بهشون برخورده از من انتقاد کردن که به جای این که توجهی کنه به سیل خانمان برانداز ایران داره این حرفا رو میزنه قربونت دارم موقع که من اون حرف رو زدم که پخش مستقیم هم بوده چهار روز قبل از وقوع سیل بوده این ذهن افترازن این ذهن توتعگر اینی که بتونم یه افترایی به طرف بزنم و مهر باطل بش بزنم و یه باره خودم راحت کنم این کمکی نمیکنه به کسی من متن تاریخ رو بدون دستخوردگی بدون اظهار نظر شخصی خودم از این به بعد در حوادث تاریخی براتون عرض میکنم میگم اسناد و مدارکش رو هم ارائه میدم که این رو از کجا برداشتم از این فرانکس به فرانکس این تلگراف کرده به این تاریخ به این شکل خب اگر نمیپسندید اگر فکر میکنید که با تمامی افکار شما صد در صد مخالفه آره به شک کنید حق دارید که شک کنید اما بعد از شک برید جستجو کنید برید به اسناد و مدارک مراجعه کنید برید به کتاب ها مراجعه کنید به خاطرات رجال گذشته مراجعه کنید هر امکانی که دارید در کتابخانه ها بگردید خلاف حرف منو پیدا کنید و بیارید اینجا من امروز رسما اعلام میکنم هر کس نوشته بخواد برخلاف های من که در اینجا خونده شه خودم میخونم اگر نمیتونه بیاد اگر در ایرانه در اروپا جاست اگر در کالیفرنیا قدمش روی چشم اعلام کنه میانمش بغل دست خودم میشورم اینجا و فرمایشاتش رو میشنویم اگر جوابی داشته باشیم بهش میدیم اگر نه حرفش رو تایید میکنیم راه راه حل اینه فقط غیر از این راه حلی وجود نداره اینی که تهمت بزنیم افترا بزنیم متلک بگیم فوش بدیم دردی دوانه میکنه به هر چقدر داره تو میخواد بگید هیچ دردی دوانه میکنه و فوشا بدی بیراها تنها ها نمیدونم افتراها کوچک ترین اثری برای من نداره من به حال گوینده اون مطلب متاسف میشم دلم برای عقب ماندگی این آدم وقت میسوزه اما اگر پیداش کسی که بیاد بگه مطابق این سنت مطابق این نوشته وزیر خارجه انگلیس اینا نگفته این شکلی گفته دسترسی داره به این استودیو دعوتش میکنم بیاد امکانشو داره دعوته اگر نداره ایمیل کنه اینن میارم میخونم بیایید آزمایش کنید ببینید که من صادقم در این کار یا نه بنابراین من به هیچ وجه از هیچ سوی جانبداری شخصی ندارم که دارم من هم نظریاتی دارم مثل شما برای خودم نگه میدارم تاریخ رو بهش اعترام میگذارم واقعیات رو بهش احترام میگذارم اسناد رو که معتبر هستند رو معتبر میدونم و از اون اسناد استفاده میکنم حتی من کتاب های بسیار زیادی به عنوان مثال برای تاریخ معاصر دوران پهلوی خواندم که با قلم مخالف نوشته شده یک خط از این کتاب ها رو من در این جلسات بازگویی نخواهم کرد چرا؟ برای اینکه اون نویسنده از آغاز که شروع کرده به نوشتن کتاب مخالف بوده نخواست تحقیق کنه فقط خواسته مخالفتش ابراز کنه برحال نیمه خالی لیوان رو دیده نیمه پرش رو ندیده نه منصف باید بود باید هر دو نیمه لیوان رو دید هر چند ساعتی که وجود داره دقت کرد نگاه کرد بررسی کرد و شرح داد تا حقیقت روشن شه چه فایده داره که ما یک نفس تمام عمرمون بدون هیچ تحقیقی بدون ای فقط در اثر یا تبلیغات دستگاه ها یا شنیدن از دوستان و رفقا صاحب عقیده شدیم دو تا پامون میکنیم توی تو کفش و قرص دنبال این عقیده وای میسیم اگر کسی چیزی گفت که با این دانسته ها تفاوت داره رنجیده خاطر میشیم دانش ما آگاهی ما علم ما باطل شد دلیلش اینه من از کسی که به اسناد مراجعه کنه و دلایل درست بیاره در رد حرف من به شرفم قسم ازش استقبال میکنم و ازش متشکر میشم اما این رو هم بدونید که چندین و چند کتاب امروز وجود داره که اینها فقط نیمه خالی داستان رو دیدند من کوچکترین اشاره به این کتاب ها نخواهم کرد و کوچکترین استفاده از این کتاب ها نخواهم کرد من فقط به دنبال تحقیق هستم فقط به دنبال بیان حقیقت هستم این حقیقت گاهی شیرینه گاهی تلخه که اگر قرار بود این حقایق و امور تمام شیرین باشه ما امروز از اون این نبود که ما امروز یکی از بدبخت ترین جوامع بشری هستیم چرا؟ چرا از خودمون، از زندگیمون، از مملکتمون، از زمامدارانمون، از همه چیزمون ناراضی هستیم؟ برای اینکه کمبودهایی رو حس میکنیم دیگه این کمبودها رو هم داریم و همه هم, هم میدونیم این تریدی درش نیست خب چه شد که اینطوری شد دقیقا من به شما بگم اگه یه کسی دیواری بسازه با که پی محکمی داشته باشه و سنگهای سنگین به کار ببره و ملات سیمانی و نمیدونم ساپورت فلزی به کار ببره با هر آب و باد و اینا از بین نمیره مثل همون سنگ های تخت جمشید اما میلیاردها از تخت جمشید تا امروز خانه های گلی ساخته شده تو این سرزمین که با بادی و آبی رفته و اثری ازش نیست بنابراین اگر امروز من تنگناهایی دارم باید نگاه کنم ببینم دیروز چه کار کردم و من اگر جانبداری در من دیدید بدونید که فقط در این راهه با نگاه انتقادی به خودم به جامعم به تاریخم باید نگاه کنم و بفهمم که از کجا خوردم چی شد که اینطوری شد همین به حال شیخ فضلالله نوری رو میکشند که عرض کردم بسیار کار زشتی بود بسیار کار بدی بود و حالا سنت نشد برای این کار اما اکسل عمل های بسیار زیادی به وجود آورد در نقاط مختلف ایران و این اکسل عمل ها بعضی هاش اسباب درد سر شد برای حکومت مرکزی اگه تو باشه از یه ملا محمد باغر در زنجان صحبت کردم که گفتم بدون هیچ وابستگی با درباره محمد علی شاه شادوست بود استبداد پرست بود و می جنگید با مشروط خواهان و چون آخوندی بوده و نمیدونم آیت اللهی بوده و نمیدونم چی بگم با آدم معتبری بوده روحانی گنده ای بوده مردم دورش بودند عده زیادی شمشیرزن و چماقدار و تفنگچی پیدا کرده بود و اسباب زحمت مشروط خواهان میشد حالا اون دفعه حمله کردند و زدند و آ... پیرمرد رو سر دوش فراریش دادند و رفت بعد برگشت به زنجان چندی بعد و حالا که شیخ فضل را کشتن اون دو مرتبه عدل هم میکنه و با آدماش زنجان رو میگیره و شروع میکنه به قتل و کشتار مشروط خواها که ناچار میشن دو مرتبه افروخان و نمیدونم یه گروه رو بفرستن اونجا و دو مرتبه پیرمرد رو فراریش بدند و دیگه حالا 94 سالش هم هست ولی دست فرقه این کارها رو میکرد از این اکسال عمل ها در خراسان در زنجان همه جا به وجود آمد و اسباب زحمت شد اکسال عمل دیگه باید میشد مشکلات دولت جدید حالا محمد علی شاه رفته شاه جدید آوردند که من راجب اون باز صحبت خواهم کرد که مدار کار چه است اما این دولت جدیدی که به وجود آمده با هزاران مشکل مواجهه مشکل اولش بی پولیه محمد علی شاه هرچی امکان داشته از بانک شاهی از بانک استقرازی حتی جوارت سلطنتی رو گذاشته پول قرض کرده و این پولا رو خرج جنگیدن کرده و این لشکرکشی ها و حالا دولت بی پوله پول نداره که چرخ خودشو به چرخونه یاد اون باشه قرارداد 1907 تقسیم ایران فقط یه مطلب روی کاغذ نبوده روسا خودشون رو صاحب شمال ایران میدونستن و انگلیس ها خودشون رو صاحب جنوب ایران میدونستند و هر دو به این قرارداد احترام میگذاشتند و اگر اتفاقی در ایران میافتاد که مثلا روسیه ناراضی باشه انگلستان هم دردی و هم میکرد با روسا به خاطر حفظ این قرارداد یک نکته دیگر هم که خیلی مهمه و من باید بش اشاره ای بکنم که پشتیبان همه این حرفا باشه این است که دنیا در لبه پرتگاه جنگ جهانی اوله آلمان و اتریش متحد شدند به یه اتحاد نظامی به وجود آوردند در مقابل اون اتحاد که بسیار بسیار برای انگلستان ترسناک بوده اتحاد بین فرانسه و روس و انگلیس به وجود آمده و تمام امید انگلستان در چنین در جنگی که ممکنه پیش بیاد روسیه و ارتش روسیه است در نتیجه به خواستهای روسیه هر چقدر غیر منطقی باشه ایشون ها درش جلوش مقاومت کنند و میخوان مرتبا رضایت انگلیس ها رو روس ها رو از این بابت داشته باشند ما میدونیم که به بهانه رسوندن قلات تعدادی سالات روسی آمدن به تبریز و که البته بعد محمد علی شا با شکست مواجه میشه و بیرونش میکنند و اما با رفتن اونها با رفتن محمد علی میرزا از مملکت به بیرون روس ها به همین بهانه حراست از کنسولگری ها حراست از خانواده های روس تعداد بیشتری سرباز میفرستن به ایران به طوری که تا چند ماه از این ماجرا نگذشته تعداد سربازان روسی در تبریز از 3500 تجاوز میکنه اما فقط این نیست در شمال خراسان هم میریزن تو مملکت در گیلان و مازندران هم میریزن تو مملکت تا زنجان جلو میان و سپاهیانشون رو در زنجان مستقر میکنند تمام رفت و آمدهای عادی مردم عادی رو هم حتی کنترل میکنند تو بیابون ها سر جاده ها گردن ها کجا داری میری؟ برای چی میری؟ میخوای کی رو ببینی؟ کی میخوای برگردی؟ بازرسیش میکنن ببینن اسلحه داره یا نداره اگر بدونن مشروط خواهه میگیرن میزنن میکشنش حالا در تبریز افتادن به جون میلیون و مشروط خواهان رو به هر قیمتی هست میگیرند دار میزنند میکشند تو خونه های مردم میرند زن و شوهر رو با تناب از پشت به هم میبندن میریزن تو تنور نفت میریزن آتیش میزنند از هیچ جنایتی فروگذار نمیکنن به دلیل اینکه شما میدونید دربار ایران در بست در اختیار روس ها قرار گرفته بود از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه تمایل ایران رفته بود به طرف روسیه و از انگلیس نامید شده بودند تمام اختیارات تمام نیروها دست اونها بود تمام تصمیم گیری ها با اونها بود شاه مملکت شاپشال رو داشت که به عنوان معلم خصوصی ولی مشاور سیاسیش بود سرکرده نظامش هم که برای روسا برای شاه ما برای مملکت ما ارتش درست کردن نیروی قذاق به وجود آوردند و یه افسر روسی هم فرمانده نیروی قذاق یعنی تمام امکانات و اختیارات دست اونا بوده انگلستان از این کار خوشش نمیاد به این دلیله که از مشروطه حمایت میکنه در عین حال که میخواد اتحاد خودش رو با روسیه داشته باشه و به این اتحاد لطمه ای وارد نشه بازی رکیه تمام متمایل به طرف میلیون و مشروط خواهانه چرا فکر میکنه که این خانواده قاجار 100 در زیر مهمیز روسا هستند بگذاریم یک تغییری در هیئت حاکمه پیش بیاد بلکه ما بتونیم توش نفوذی داشته باشیم حالا که سنه رو باختیم و حس انگلستان و رابطه انگلستان و دلیل رفتارهاش این بوده روس به آمدن به ایران چیز نمی قانع قانه نیستند هنوز کارشون تموم نشده پول و اسلحه میدند به همون رحیم خان چلیپانلو و آدم های از این دست در نقاط مختلف حتی در خراسان که اینا حمله کنن به شهرها ناامنی ایجاد کنن و بعد همه ناامنی رو کنسولهاشون و سفیرشون گزارش میکنن به وزارت خارجه که اینجا امنیت نیست و جان همه ماها در خطره و این بهانه بشه که نفرات بیشتری بفرستن به ایران و تسلطی بیشتری پیدا بکنند این حتی در یکی از تلگراف ها که احتمالا من پیش میاد براتون میخونم میگه که در جنوب کشور شما یک کاروان تجاری دزدیده شده پس امنیت تو برمیکرد شما نیست اولا جنوب که دست انگلیس هاست. به تو چه؟ اینو کنسول انگلیس باید بیاد شکایت کنه اینقدر دنبال بهانه میگشن در حالی که در تمام طول انقلاب مشروطه میلیون ایرانی حتی ستارخان و خان و مجاهدین تبریزی نهایت دقتشون رو کردند که کوچکترین آسیبی به کنسولگری ها به بناهای روسی به خانواده های روسی وارد نشه حتی یک بار هم که اون معمور نگهداری جاده دیوار خانش آسیب دید روز بعد بلافاصله خودشون رفتند و قرامت دادند گفتن هر چقدر قرامتش هست بدیم ما به ب... ب... مذارت میخواییم و چه و چه. یعنی در طول انقلاب روسا کوچکترین ترین آسیبی ندیدند و ایرانی ها انقدر با حوش بودند که چنین بحانه به دست روسا ندند اما روسا این بحانه رو ول نکردند و صحبت ناامنی ناامنی مملکت پر کردن از سالدات روسی رحیم خانو دادند بشتدند پول دادند و وادارش کردن که بره به طرف مراقب و این طرف و اون طرف و بلوا به پا کنه و بکشه و ببنده و بزنه و این حرفا ایل شاه رو هم تحریک کردند که با دولت مرکزی به جنگه جنگیدن ایل شاه این نیست که بیاد سفارایی کنه با دولت به جنگه. نه را میفتن دهات روستاها قصبات رو چپاول میکنند همین این یعنی اختشاش همین این یعنی ناامنی دیگه خود روسا این ناامنی ها رو به وجود می آوردند و به بهانه این ناامنی ها سرباز می آوردند سردار اسعد حالا وزیر داخله است مخبر سلطنه هدایت رو که یادتون باشه معزول شده بود و رفته بود به اروپا تلگرافی دعوت میکنه که بیاد و بشه حاکم آذربایجان چون هم هدایت آدم معتدلی بود هم طرفدار مشروطه بود و آدمی بود که سابقه حکومت در آذربایجان رو داشت تجربه این کار رو داشت آدم صالحی بود برای این کار او در برلن بود بالاخره از راه جلفا وارد میشه ولی خودش در کتاب خاطراتش نوشته که وقتی من از جلفا می تا به تبریز برسم رفتار بد روسارو رو با خود خودم در پوست نگهبانی و بازرسی دیدم و فهمیدم که اوضاع چقدر پسه چقدر ما اینجا گرفتاری هایی در پیش داریم در تبریز ستارخان و باغرخان خان ازش استقبال میکنن نمیدونم بلاش تاق نصرت میزنند خیلی بهش احترام میگذارند و که ایشون بیاد اما یک گزارشاتی خود این هدایت داره که میگه که ستارخان و باقر خان بعد از به وجود آمدن دولت مشروطه که حالا دیگه جنگ تموم شده شروع کردن از ثروتمندان آذربایجانی اخخازی کردن میفرستن اشخاصی رو در دهات اطراف مالیات جمع میکنن میارن حدود و این نوع خلافکاری های و باقر خیلی مبهمه دلم نمیخواد باور کنم واقعا دلم نمیخواد باور کنم اما از اون طرف که نگاه کنیم میبینیم که رفتار حکومت جدید با ستارخان و باقرخان چه بود؟ اگر این دو نفر این گونه یکتنه و شجاعانه با ارتش دولتی نمی جنگیدند و محمد علی رو وادار نمی کردند که تا 45 هزار سپاهی جمع کنه از ایلات و نمیدونم شهرستان ها و کجا هر چی نیروی نظامی داره بفرسته به تبریز که دیگه نیرویی نداشت برای اینکه بفرسته به رشت به اصفهان این طرف اون طرف همه نیروهاش رفت به آذربایجان در نتیجه از گیلان و اصفهان میلیون شروع کردن آمدن به تهران در حقیقت این عمل ستارخان و باقرخان بوده حالا در تهران صحبتی از ستارخان و باقرخان نیست یک تشکر خشک خالی نیست حالا این گروهی که آمدن به از بختیاری ها و گیلانی ها و دسته ای فروم خان آمدند دولت مجلس آمده یک لایحه تصویب کرده گفته که این اسمی اینا فدایی گفته این آقایان فدایی ها اگر که بخوان میتونن در ارتش باقی بمونن برای پیاده نظام پنج تومن برای سوار نظام ده تومن به اینا حقوق میدیم اگر نخوان در ارتش خدمت کنن ما یه مستمری کوچیک و یه هزینه سفر به اینها میدیم که برگردن به زادگاهشون به شهرشون و برن برای فرزندان یتیم شده هم یه لایههی با تصویب میشه که تا 18 سالگی دولت به اینها یک مستمری بده این کارها برای گروه گیلانی ها و بختیاری ها که آمدن تهران رو گرفتن شد ولی ستارخان و باقرخان در تبریز نشستن و دولت با اینا هیچ رابطه ای برقرار نکرده هیچ حرفی نمیزنه حالا که آنن میباید مجسمه این دو نفر ساخت اونها هم که دیدن مشروطه شد و این همه کشته دادند و این همه زحمت کشیدند و این همه خانه خرابی داشتند حالا میخوایم تمتعی ازش بگیریم داریم مذاکرات بسیار زیادی داریم که اینها هم توقعاتی دارند که دولت اون توقعات رو نمیتونه برآورده کنه من جمله همین آقای هدایت میگه که من به تو مای 500 تومان حقوق میدم. ستاها میگه که این آقای تونکابونی سپهدار تونکابونی سالی دیویست شست هزار تومن داره پول خرج میکنه حالا شما خواهی به من تو تومن بدین میگه قربونه دارم اون پول خودش خرج میکنه اونی که دولت بهش پول نمیده که اون دیویست پارچه آبادی داره پول در میاره خرجم میکنه در حقیقت حاکم تبریز در مقابل توقعات ستارخان و باقرخان یک مقدار مشکل هم داشته این برخوردها وجود داشته گزارشاتی است که اینها به خانه ثروتمندان میرفتند خیلی با احترام با عزت و مبلغی میگرفتند یه میومدن بیرون این اتفاقات در گزارشات مخبر و سرطنه هدایت هست که از دوستان دوستداران اینها بوده مخالف و دشمن نبوده آدمی مثل عین دوله مثلا نبوده یک گزارش دیگری هست که مردم تبریز از دست مجاهدین نه فقط ستارخان و باقرخان گروه مجاهدینی که به چارده پونزه هزار نفر رسیده بودند حالا اینا در حقیقت فاتحین ایران هستند اینا هم یه توقعاتی دارند اما چون برخورد درستی با اینها نشده بدیهی است که اتفاقات غلطی ممکنه رخ بده که اینا سبب آزار مردم شدن و این آزار رسانی اینها اخاذی اینها از مردم سبب شده که گروهی از مردم تبریز به سفارت عثمانی پناهنده بشد این گزارشات هست چون این گزارشات مستندات دقیق نداره یعنی مخبر سلطنه هدایت در کتاب خاطرات خودش اینها رو نوشته یا کس دیگری اینطور نوشته نامه رسمی دولتی وزارت خارجه نمیرم کنسول سفیر که راجع به این موضوع مطالبی گفته باشند وجود داره ولی خلاف این حرف هست. خیلی بالاتر از این حرف هست. بهش میرسیم که قابل اتکا نیست روز سوم میگی که آقای مخور سلطنه حکومتش رو در تبریز شروع کرده بود یک تلگرافی از تهران میرسه که آقا روسا میخوان که شما بیاید به تهران یعنی روسا با حاکم تبریز با چی میگن حاکم آذربایجان مخالفه میگن این نباید حاکم آذربایجان باشه دخالت روسا سوای لشکرکشیشون و سوای جنایاتی که دارن میکنن دخالت در جزئی ترین امور دولت ایران حالا آغاز شده که ما یواش یواش بینا میرسیم و در موردش صحبت میکنیم تعداد روسا الان در تبریز شده سه هزار نفر اگر یادتون باشه جمعا 375 نفر از جلفا عبور کردند و 175 کردن نفر اونا رو سردستشون اجازه داد که بیان تو تبریز بقیه بیرون تبریز بمونن ولی اون آغاز کار بود حالا سه هزار نفر متجاوز از سه هزار نفر سالات روسی در تبریز هستند شهر شهرم اینه که باقرخان خودشو کتخدای خیابان میدونه ستارخان هم خودشو کتخدای محله مردخیز میدونه و اینها مداخلاتی هم در کار حکومت و دولت به هر حال دارند بدون تردید آقای داره و سلطنه هدایت تصمیم میگیره که از وجود ستارخان و باقرخان و مجاهدین و توفنگدارانشون استفاده مثبت ببره در نتیجه میاد اینها میگه که آقا اسلحه پول امکانات هرچی بخواد در اختیارتون میذارم برید این رحیم خان رو باش به جنگید کارشو تموم کنید شجاعت دوره اینها میرند و پس اینا بر نمیان و بی نتیجه بر میگردند شاه هام خلخال و مشکین شهر هم گرفتند و زیر حکومت خودشون قرار دادن و هیچ باجی به دولت نمیدند و هر کسافت کاری که دلشون میخواد دارن میکنن اینها همه تحریکات دولت تزاری روسیه است از اینجا به بعد ما مواظب باشیم ما میدونیم که ایران در این سالها بسیار ناامنه میدونیم که همه جاش اختشاشه جاهایی و آدمهایی اینطور القا کردن اینطور بیان کردن که بعد از مشروطه و برداشته شدن استبداد شاهی مردم تحمل نکردند و افسار گسیختند و ناامنی و دزدی و غارت و چوچه در مملکت به وجود آمد همکنون یک دوست گرامی دانشمند استاد دانشگاه در ایران داره همین حرفا رو هر روز تکرار میکنه چنین نیست اینها همه تحریکات دولت روسیه است از شمال در جنوب هم انگلیس ها بهش میرسیم وگرنه مردم سر جاشون نشسته بودند بله مخور سلطنه در خاطراتش نوشته که این ستارخان مرد با غیرتیه آدم با شرفیه ولی یه خورده عقلش کمه زود از جا در میره و نمیتونه یه کاری رو مدیریت کنه خب این تا به حال که با 45 هزار سپاه محمد علی شاه تفلک جنگید و یاد دارم عقلشون داد که به این دلیکر سالم موند کشته نشد این حرفا حالا داره گفته میشه به حال ستارخان بی نتیجه از اردبیل بر می گرده با 300 سواری که بهش داده بودند و بسیار غضبناک و اسلحه به کمر وارد اتاق حاکم میشه و داد و بیداد که امکانات لازم حاکم میگه آه تو هرچی خاصی به دادیم خب نشد حالا بیاییم قوای بیشتری نمیفرسیم نراحت نباش اما میگه که به تدریج داشتم به این نتیجه میرسیدم که ستارخان اسباب زحمته با وجود ستارخان و باغرخان هم نمیشه در آذربایجان حکومت کرد برای اینکه اینها در ماورای قوانین و حکم من هم برای خودشون حکمی جاری میکنند این طبیعی است تا این, این حد میشه باور کرد حالا رحیم خان در اکثر شهرهای آذربایجان مشکلات عظیمی به پا کرده از قتل و قارت و حمله و چپاول مال مردم به خصوص تا اینکه دولت مرکزی پسر سردار اسعد یه جوانی به نام جعفر خان سردار بهادر رو این پسر بزرگ سردار اسعد بوده با گروه قوای قزاق و یفروم خان و گروه یفروم خان که یه گروه پنجاه نفره بودن میفرسته به آذربایجان در این گروهی که به آذربایجان میرند سردسته نیروی قزاق یک سرتیپیه به نام سرتیپ خان حالا میبینیم که رضاخان به درجه سرتیپی رسیده وقتم تمام شد درجات بعدی رضاخان رو در جلسات بعدی راجبش صحبت میکنیم فعلا شب روز دوم خیر